به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. برنامه جهانی غذا یا WFP از کمک 36.5 میلیون دلاری بریتانیا به افغانستان خبر داده است. این کمک ها برای حدود 2 میلیون افغان نیازمند در فصل زمستان توزیع می شود. معاون وزارت امور خارجه بریتانیا در این مورد گفته است این کمک ها به بیش از 2 میلیون تن در سراسر افغانستان در زمستان دشوار توزیع خواهد شد. کاهش کم سابقه فروش مکدونالد در میانه درگیری ها. گزارش فصلی مکدونالد حکایت از کاهش به پیشینه فروش آن در تقریبا 4 سال گذشته در خاورمیانه و برخی کشورهای دیگر دارد. بخشی از دلایل این کاهش تجدید تنش ها در خاورمیانه و تحریم مکدونالد توسط معترضان و طرفداران فلسطینی خوانده شده است. با آغاز درگیری اسرائیل و حماس، تعدادی از برندهای برجسته جهانی از جمله مکدونالد به دلیل آنچه طرفداری از اسرائیل خوانده شده توسط عامیان فلسطین و معترضان جنگ در غزه تحریم شده است. این غول رستوران‌های زنجیره‌ای با نشر گزارش از 3 ماه آخر 2023 از این کاهش خبر داده است. مکدونالد گفته است که درگیری‌های اخیر بر عملکرد بازارهای خارجی آن تأثیر معنادار داشته است. برخی از قانونگذاران آمریکایی از نامزدی ترسی جاکوزبن مسئول برنامه خروج افغانهای واجد شرایط ویزه مهاجرت به عنوان سفیر این کشور در عراق انتقاد کرده و گفتند که وی در تطبیق این برنامه در سال 2021 شکست خورده بود. فاکس نیوز دوشنبه 16 دل و به نقل از قانونگذاران آمریکایی گزارش داده است که جاکوزبن مسئولیت نظارت بر برنامه انتقال همکاران سابق این کشور را پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان عهده‌دار بود. به گفته برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، او در تطبیق این برنامه ناکام بود و اکنون نامزدی وی به عنوان سفیر واشنگتن در بغداد از سوی بایدن به اعتبار بین‌المللی دولت آمریکا صدمه وارد می‌کند. کوری میلز، یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است انتخاب ترسی جاکوزبن به عنوان سفیر جدید در عراق با توجه به مشارکت او در خروج از افغانستان در سال 2021 نگرانی های جدی را برانگیخته است. جاکوزبن نتوانست ویزای وعده داده شده را برای هزاران متحد تضمین کند و آنها را در معرض آزار و اذیت طالبان قرار داده است. با باوروی معرفی چنین افراد در پست سفارت می تواند عراق را به سرنوشت افغانستان روبرو کند. و در پایان، ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که ایالات متحده با طالبان و شماری از افغانها در داخل خارج در تعامل است و حقوق بشر و آموزش زنان و دختران در خط مقدم این تعامل قرار دارد. پاتل این نظرات را دوشنبه در یک نشست خبری مطرح کرده است. وی تاکید کرده است که آمریکا با شرکای خود از جمله سازمان ملل متحد به فشار بر طالبان برای لغو احکام تبعیض‌آمیز علیه زنان ادامه می‌دهد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عادی سازی روابط با طالبان منوط به احترام به حقوق همه شهروندان افغانستان است. افزون بر این، ودان پاتل خاطر نشان کرده است که وزارت خارجه آمریکا هیچ برنامه کوتاه‌مدت برای بازگرداندن هیچ گونه فعالیت دیپلماتیک به کابل ندارد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.